این همه 3 2 1 برو، آخرش صدا هم نیست، این همه جست. صدا هست الان. سلام عرض می کنم، دوباره ساسان هستم، خیلی خوشوقتم از دیدار همتون و چهرهای جدید می بینم امروز که روزای گذشته نبودن، ولی واقعا باعث افتخارمه که در جمع شما عزیزان باشم. همونطوری که می بینید تیتر پیامی که واقعا تو قلبم هست که باتون در میون بذارم، خدای فرصت‌های دوباره است. توی این چند روزه ما درباره پیروی از مسیح صحبت کردیم، درباره راز تبدیل صحبت کردیم، درباره رشد روحانی، تغییر و تحول شخصیتی صحبت کردیم و واقعیت اینه که بارها و بارها توی این مسیر ما میفتیم، ما خراب میکنیم، ما جاده کج میریم. خیلی همون شاید الان تو مرحله‌ای هستیم از زندگی که اونطوری که زندگی خودمونو نقشه براش کشیده بودیم اونطوری زندگی از آب در نیومده. ازدواجمون، شغلمون، روابطمون، جایگاه اجتماعیمون، برای خودمون رویاها داشتیم و احساس میکنیم که خراب کردیم. یه سری تصمیمات، شاید بعضیا داریم تو افسوس زندگی میکنیم، بعضیا توی ای کاش دوباره میتونستم از اول شروع کنم زندگی کنیم. بارها و بارها میشه که از خودمون خسته میشیم که تا کی من هی بگم خدایا من عوض کن، خدایا من توبه میکنم، خدایا دیگه نمیخوام تو این تله و وسوسه بیفتم، ولی دوباره روز دیگه، هفته دیگه، روز از نو، روزی از نو. و بعضی وقتا شاید بگیم بابا داریم خودمونو گول میزنیم، کی میخوایم تغییر کنیم، کی میخوایم عوض شیم، اصلا واقعا این حرفا واقعیه یا دارم سر خودم رو گول میزنم. شاید بعضیامون حتی تو دعا کردن خسته میشیم که دیگه خدا هم از من خسته شده، چقدر از خدا بگم تعهد ببندم، چقدر بیام جلو، قلبم رو به مسیح بدم، چقدر از روح پرشم، چقدر تصمیم بگیرم اطاعت کنم، و دوباره فردا تو یه رابطه دیگه خراب میکنم، فردا تو یه تصمیم دیگه دوباره میفتم. یکی از آخرین جمله هایی که دیروز من تکرار کردم از کتاب جان مارک کومر این بود که گفتم از یک کشیش ارتودکس در یک صومعه پرسیدن شماها تو صومعه چی کار میکنید؟ گفت ما میفتیم دوباره بلند میشیم، میفتیم دوباره بلند میشیم، میفتیم دوباره بلند میشیم. این داستان زندگیه و بعد بدونیم که زندگی مسیحی رشد اینطوری نیست. زندگی مسیحی 2 قدم بعضی وقتا میریم جلو، 3 قدم میریم عقب، 3 پله میریم بالا، از سرسره دوباره شتلق میخوریم زمین، و این واقعیت زندگی همه ماست. ولی باید تو تمام این بالا پایینی ها این حقیقت رو فراموش نکنیم که با خدایی سر و کار داریم که خدای فرصت های دوباره است، خدایی که از من و تو خسته نمیشه، کلافه نمیشه، حوصله‌اش سر نمیره. من همیشه میگم هم پتروس به مسیح خیانت کرد هم یهودا، ولی پتروس باور کرد که فیض و محبت مسیح بزرگتر از خیانت پتروسه، ولی یهودا گفت انقدر من دیگه زندگیمو خراب کردم که کارش به خودکشی رسید، چون مایوس شد از باور کردن به خدای فرصت‌های دوباره. حالا میخوام امروز همه با هم میخوام وقت خوبی رو با هم بذاریم تو انجیل یوحنا فصل 21. شاید بگید ساسان این حرفای قشنگ رو شاید داری از خودت در میاری. نه، این حرفای عیساست، قلب عیساست، زندگی عیساست. پس اگه کتاب مقدس دارید، دوست دارم امروز تمام وقت در انجیل یوحنا 21 خواهیم بود. آخرین فصل انجیل یوحناست. مسیح مصلوب شده، قیام کرده، خودش رو به شاگردان ظاهر کرده، ولی دوباره میخونیم این داستان رو در فصل 21 انجیل یوحنا. پس از این وقایع عیسی بار دیگر خود را در کنار دریاچه تیبریه بر شاگردان نمایان ساخت. او چنین نمایان گشت: روزی شمعون پتروس، تومای معروف به دوقلو، نتنائیل از مردمان قانای جلیل، پسران زبدی و 2 شاگرد دیگر با هم بودند. شمعون پتروس با آنها گفت: من به صید ماهی می روم. آنها گفتند: ما نیز با تو می آییم. پس بیرون رفته سوار قایق شدند.
اما در آن شب چیزی صید نکردند. 3 سال پتروس و شاگردهای دیگه دنبال مسیح بودند. پتروسی که تورش رو انداخت کنار، مسیح گفت من تو رو صیاد جانها میکنم. پتروسی که همه چیز رو کنار گذاشت دنبال مسیح رفت، حالا دوباره برگشته سر جای اولش، ماهیگیری. آقا برگردیم سر جای اول. مطمئنم پتروس به خودش گفت من که خراب کردم، من که انکارش کردم. بله پتروس به مسیح به پتروس ظاهر شده بود قبل از این. من یادم اولی که به مسیح ایمان آوردم یه خواننده مسیحی بود و یه آهنگ خیلی قشنگی داشت از دیدگاه پتروس. پتروس گفت اگر مسیح زنده شده میدونم دیگه با من کاری نداره، چون من ولش کردم، حتی اگر زنده شده باشه. من خیلی حس میکنم ناامیدی پتروس و آقا من خراب کردم، منم گفتم همه ولت کنن من تا آخر باتم، خودمم انکارت کردم. برگردیم سر کار اول. و رفت تورش رو دوباره انداخت و به هیچ نتیجه ای نرسید. خیلی وقتا من و تو هم توی تقلاهای خودمون، نقشه های خودمون زور میزنیم، زحمت میکشیم، میسازیم، بعد دوباره میریزه. کار میکنیم ولی به نتیجه نمیرسه. و پتروس توی همچین شرایطیه. صحنه صحنه غم‌انگیزیه. مسیح قیام کرده. اینا شاگردا مسیح رو دیدن قبل از این فصل. ولی دوباره برگشتن به کار اول. و آخرش هم تو کار اولشون هم دوباره ناموفق از آب در اومدن. دوباره روز از نو، روزی از نو. و بعد سحرگاهان عیسی در کنار ساحل ایستاد. اما شاگردان در نیافتند که عیسی است. او به آنها گفت ای فرزندان چیزی برای خوردن ندارید؟ پاسخ دادن نه. گفت تور را به جانب راست قایق بیاندازید که خواهید یافت. ایشان چنین کردند و از فراوانی ماهی قادر نبودند تور را به درون قایق بکشند. عزیزان توی آیه 5 مسیح به شاگرداش چی میگه؟ ای فرزندان. این تنها باریه تو تمام اناجیل مسیح شاگرداشو با این کلمه خطاب میکنه. کلمه یونانیش هست تکنا. فارسی امروز میگیم بچه ها چیزی نگرفتید؟ من حالا خودمو جای مسیح میذارم. من ساسان توسلی ها صحنه رو تصور کنید. مسیح با این شاگردا 3 سال وقت گذرونده، بهشون کلی تعلیم داده، به مأموریت داده که تو صیاد جانها خواهید شد. آقایون ول کردن رفتن موقع صلیب، مسیح خودشو بهشون نشون داده، اینا دوباره رفتن قایق سواری. صحنه رو درک میکنید؟ حالا من اگر بودم اینطوری وامیستادم بغل ساحل، هی خلا چلا بی معرفتا کی میخواین شما آدم شین؟ دوباره برگشتین سر کار اولتون؟ شما چیز ندارید؟ شما شرف ندارید؟ شما عقل ندارید؟ شما شعور ندارید؟ احمق باشو بی ببینم. من سازن توسلی اینطوری برخورد میکرد. کی میخواین آدم شین؟ مسیح بچه ها چیزی گرفتین؟ عزیزان کار مسیح محکوم کردن نیست، کار مسیح شرمنده کردن نیست. وقتی پولس میگه اونهایی که به مسیح تعلق دارن هیچ محکومیتی ندارن، کار مسیح دعوته، دعوت به بازگشت، دعوت به فرصت دوباره. بچه ها چیزی گرفتید؟ نه. تو رو بندازید اونور. انقدر ماهی میگیرن که نمیتونن جمعش کنن. این داستان قبلا اتفاق افتاده بود. یه بار دیگه اول خدمتش پتروس شب تا صبح زور زد، ماهیگیرا هیچی نگرفتن. مسیح گفت تو رو بندازید اینور. بابا تو که معلمی، ما ماهیگیری، ما میدونیم داریم چیکار میکنیم. وقتی ماهی گرفتن بار اول، پتروس چیکار کرد؟ دور شو از من ای خداوند، من یه آدم گناهکاریم. روبرو شد پتروس با حقیقت مسیح، خداوندی مسیح، خداوند فیض که ما رو دعوت میکنه در پیش بیاییم. حالا بعد از تمام بالا پایینی های زندگی پتروس برگشته سر جای اول.
ولی مسیح محکومش نمی کنه. بچه ها با زور خودتون به جایی نمی رسید، با تقلای خودتون شب تا صبح زحمت بکشید به جایی نمی رسید. صدای منو گوش کنید، آواز منو گوش کنید، به حکمت من اعتماد کنید. من براتون پوری دارم، من براتون نقشه برکت دارم. نمیدونم شما تو چه شرایطی هستید، نمیدونم تو چه شرایطی شاید صداهایی دارید میشنوید که وسوسه میکنن شما رو که بابا بی خیال این حرفا، کلیسا و کلام و خدا و مسیح چیه؟ قرن 21مه، باید با تیز بازی و زرنگ بازی زندگیمون رو جلو ببریم. اینجا آلمانه، اینجا اروپاست، ایرانی ها ازت سوء استفاده میکنن. باید مواظب باشی، مراقب باشی، باید خودت برای خودت نقشه بکشی. مسیح ما رو صدا میکنه، بچه ها به صدای من گوش بدید. تو سر و صداهای دنیا، تو پیچ و خمای زندگی به من گوش بدید. هدف من برکتتونه، هدف من پوریه، هدف من شکوفایی زندگیتونه. به مسیح گوش میکنن و از فراوانی ماهی قادر نبودن تو را به دران قایق بکشن. شاگردی که عیسی دوستش می‌داشت به پتروس گفت خداوند است. این بابا تو ساحل دریا مسیحه. شمعون پتروس چون شنید که خداوند است، در دم جامعه خود را گرد خیش پیچید، زیرا آن را از تن به در آورده بود، و خود را به دریا افکند. دیگر شاگردان با قایق آمدند، در حالی که تور پر از ماهی را با خود می‌کشیدند، زیرا فاصله آنها با ساحل فقط 200 ذراع بود، حدود 90 متر تو ترجمه 1009 زیر نویس نوشته. پتروس میپره تو آب که به مسیح برسه. حالا آیه 9، من عاشق آیه 9 هم، عاشق آیه 9 هستم. انجیل یوحنا فصل 21 آیه 9، چون به ساحل رسیدند دیدند آتشی با زغال افروخته است و ماهی بران نهاده شده و نان نیست هست. گفتیم مسیح همیشه پای سفره است، داره غذا میخوره. مسیح از مرگ قیام کرده و داره صبونه میزنه، صبونه اول صبح ساحل دریا. ولی آتیش زغالیه. نویسنده چرا میگه آتیش زغالی؟ این اهمیت، این که چرا حالا بین این همه کلمات نویسنده باید انگوش بذاره و مشخص کنه چه نوع آتیشی، آتیش زغالی درست کرده. جانم نه نه، این داستانا نیست تو کتاب مقدس. چون اگر به فصل 18 انجیل یوحنا بریم، جلوی یه آتیش زغالی پتروس مسیح رو انکار میکنه. فصل 18 انجیل یوحنا، وقتی مسیح رو دستگیر کردن، دارن به محاکمه میبرن، پتروس توی اتاق محاکمه نیست. فصل 18 انجیل یوحنا آیه 16، اما پتروس پشت در ایستاد. پس آن شاگرد دیگر که از آشنایان کاهن اعظم بود بیرون رفت و با زنی که دربان بود گفتگو کرد و پتروس را به داخل برد. آیه 17، دروازه جلوی دادگاه. آنگاه آن خادمه دربان از پتروس پرسید، آیا تو نیز از شاگردان آن مرد نیستی؟ پتروس پاسخ داد، نیستم. آیه 18 چیه؟ چی میگه کسی کتاب مقدس داره؟ هوا سرد بود، خادمان و ماموران آتشی با زغال افروخته و برگرد آن ایستاده بودند و خود را گرم میکردند. پتروس نیز با آنان ایستاده بود و خود را گرم میکرد. در کنار یه آتش زغالی پتروس گفت من این مرد رو نمیشناسم. انکار کرد مسیح رو. مسیح براش یه آتش زغالی دیگه درست کرد، بغلش واستاد. و پتروسی که سه بار مسیح رو انکار کرد، مسیح سه بار ازش پرسید پتروس منو دوست داری؟ برای من یکی از زیباترین درس‌های این آیه برای زندگی ما اینه که عزیزان، مسیح نمیخواد ما گناهمون رو ماسمالی کنیم. فیض و بخشش ماسمالی کردن گناه نیست.
سرپوش گذاشتن گناه نیست، انکار کردن گناه نیست، توجیه کردن گناه نیست، ماسک گذاشتن روی گناه نیست، زیر سیبیلی در کردن روی گناه نیست، بیخیالی نیست. مسیح میخواد با خیانتمون، با بیوفاییمون، با خطا و طغیانمون روبرو شیم، ولی کارش محکوم کردن نیست. توبه کردن یکی از رازهای مهم رشد زندگی مسیحی توبه روزانه است. توبه یعنی چی؟ من اعتراف میکنم که این قدم من در زندگی، این تصمیم من، این احساس من، این عکس العمل من، این برخورد من، این رفتار من بر طبق اراده خدا نبود، بر طبق قلب خدا نیست، بر طبق ارزش‌های خدا نیست، و باور میکنم، اعتراف میکنم و میخوام اصلاح بشم، میخوام عوض شم، میخوام معذرت خواهی کنم، میخوام یاد بگیرم، میخوام رشد کنم، میخوام تبدیل بشم. چرا اینقدر ما زود وقتی یکی اگر از ما انتقادی بکنه، ضعفی رو در ما به درستی نشون بده، نقدی که برای اصلاح ماست، ما زود جبهه میگیریم، توجیه میکنیم، بهمون بر میخوره، عصبانی میشیم، دائم میخواییم بپوشونیم خطاهامونو، به جای اینکه بگیم کلام خدا میگه تو همین اول یوحنا اگر بگیم گناه نکردیم داریم خودمونو گول میزنیم و خدا رو دروغی حساب میکنیم، ولی اگر اعتراف کنیم خدا میبخشه، چون خدای فرصتهای دوباره است. کوری تن بوم که زمان جنگ جهانی دوم یه زنی که به زندانهای ناتسی رفت گفت مسیح توجیهات ما رو نمیبخشه، مسیح اعترافات ما رو میبخشه. هی توجیه کردن، دلیل آوردن، بهانه تراشی کردن، انکار کردن، فرار و سرپوش، اینا راه حل رشد زندگی نیست، بلکه خیانتی که کردیم و باش روبرو میشیم، چون نمیترسیم که مسیح حالا یه پسگردنی میخواد به من بزنه. سوالش چیه؟ پس در حضور یک آتش زغالی سه بار پتروس مسیح رو انکار کرد، مسیح براش آتش زغالی افروخت، براش غذا آماده کرد. عیسی به ایشان گفت از آن مایه‌ای که هم اکنون گرفتید بیاورید. شمعون به درون قایق رفت و تور را به ساحل کشید، تور پر از ماهی‌های بزرگ بود. عیسی به ایشان گفت بیایید صبحونه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد تو کیستی، زیرا می‌دانستند که خداوند است. عیسی پیش آمده نان را برگرفت و به آنها داد و نیز ماهی را. این سومین بار بود که عیسی پس از برخاستن از مردگان بر شاگردان خیش نمایان می شود. پس با هم صبونه می خورن. و پس از صبونه عیسی از شمعون پرسید، آیه 15، ای شمعون پسر یوحنا. مسیح اسم شمعون عوض کرده بود، نه؟ گفت تو الان پتروسی، ولی دوباره اسم قدیمش رو استفاده کرد. چرا؟ چون مسیح به ما آزادی میده که انتخابش کنیم یا نه. مسیح کارش زور کردن نیست، تحمیل نیست، تهدید نیست. شمعون، شاید اصلا دیگه نخوای دنبال من بیای، شاید دیگه اسمی که من به تو دادم رو میخوای بذاری کنار و برگردی به ماهیگیری. شمعون صداش میکنه، شمعون پسر یوحنا، آیا بیش از اینها برا بیش از اینها محبت میکنی؟ او پاسخ داد بله سرورم، تو میدانی که دوستت میدارم. عیسی به او گفت از برههای من مراقبت کن. بار دوم عیسی از او پرسید شمعون پسر یوحنا، آیا مرا محبت میکنی؟ منو دوست داری؟ پاسخ داد بله سرورم، میدانی که دوستت دارم. عیسی گفت گوسفندان مرا شبانی کن. بار سوم عیسی به او گفت ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از اینکه عیسی سه بار از او پرسید آیا مرا دوست می‌داری آزرده شد و پاسخ داد سرورم، تو از همه چیز آگاهی، تو می‌دانی که دوستت دارم. عیسی گفت از گوسفندان من مراقبت کن. سه بار پتروس مسیح رو انکار می‌کنه و سه بار مسیح به پتروس فرصت میده که دوباره عشق و محبتش رو اعتراف کنه. حالا اصلا نکته جالب اینه،
مسیح ازش سوال نمی کنه. پتروس قول میدی آدم شی از این به بعد؟ قول میدی دیگه نافرمانی نکنی؟ قول میدی دیگه نیفتی؟ قول میدی همیشه وفادار بمونی؟ پتروس منو دوست داری؟ این بزرگترین سوال زندگیت که باید جواب بدی. عیسی رو دوست داری؟ عیسی دوستت دارم ولی کم میارم با رابطه با همسرم. عیسی دوستت دارم ولی کم میارم در رابطه با کلیسا، در رابطه با محیط کار و همسایه. میدونی دوستت دارم ولی کم میارم، کمکم کن. نیاز به حضور تو و کمک تو دارم. ولی بزرگترین سوالی نیست که چقدر داری برای مسیح کار میکنی. مسیح دنبال کارگر نیست. قبلش هم گفته بود شما دیگه دوستان منید. زیباترین رابطه واسه خود من دوستیه. تو دوستای منی، منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ البته اینو باید بدونیم که قبل از این که مسیح از ما بپرسه منو دوست داری، خودش به ما ثابت کرده که چقدر دوستمون داره. کلام خدا میگه اونو دوست داریم چون اون اول ما رو دوست داشت، اون اول ما رو محبت کرد. به نظرم خیلی از ماها که بچه های کوچیک داشتیم، یه زمانی خودم هم این کارو میکردم، به بچه هامون میگیم منو چقدر دوست داری، انقدر، 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 نه انقدر. کارو بازی ها رو کردید با بچه هاتون؟ اونو یک بچه داشتن؟ من میکردم. میخوام تصور کنید که خدا به شما میگه میدونید من چقدر دوستتون دارم؟ نه فقط انقدر که دنیا رو خلق کردم با تمام زیباییاش براتون، نه فقط انقدر که بهتون استعداد و توانایی دادم که رشد بکنید و زندگی کنید، نه فقط انقدر که بهتون خانواده و دوست دادم، توانایی و قابلیت و استعداد و ثروت دادم، نه فقط انقدر که شما رو آوردم آلمان و براتون نقشه دارم، من شما رو انقدر دوست دارم که خودم روی صلیب جونم رو برات فدا کردم. و چون انقدر دوستت دارم، چون انقدر دوستت دارم، حالا تنها سوالم از تو اینه، تو هم منو دوست داری؟ مسی دنبال قلباته، دنبال قلبات. هممون میدونیم من 40 سال الان بیرون از ایران دارم زندگی میکنم. حرفی که میخوام بزنم، خواهش میکنم سوء تفاهم نشی، نیاد گیر بدید به من. 40 سال من دارم بیرون از ایران زندگی میکنم. با هزاران ایرانی تو این 40 سال که در کلیساهای ایرانی خارج از ایران بودن سر و کار داشتم. و میدونم که بالاخره تو این 40 سال همه جا این چالش هست که عزیزان میان کلیسا و بعد از یه مدت میرن. حالا به هر دلیل و نیتی. اصلا برای من فردا دارم سوار هواپیما میشم میرم آمریکا. برای من مهم نیست تو چه کلیسایی میخوای بری. ازت درخواست میکنم سوال مسیح رو هیچ وقت فراموش نکن. منو دوست داری؟ این کلیسا این کاری که من دیگه نمیام، فدای سرت، برو یه جایی که دوست داری. ولی مثل پتروس مسیح رو انکار نکن، چون مسیح خودشو برات فدا کرده. نه یا فقط استفاده کن و برو. اگر واقعا دستتو به دست مسیح دادی، بدون که برای چه بهایی داده. میدونم شاید بارها پتروس ناامید شده بود از خیدکاریاش. داستانی هست، داستان واقعیه. مؤسس IBM و کسی که IBM رو ریاست کرد برای 40 سال یه بابایی بود به نام تام واتسون. و تو دوران ریاست IBM یه مدیری داشت و مدیرش یه تصمیم اشتباه گرفت و 10 میلیون دلار ضرر زد به IBM. و اومد تام واتسون صداش کرد تو دفترش، طرف اومد با نامه استعفاش. گفت این چیه تو دستت؟ گفت نامه استعفاست، من 10 میلیون دلار با تصمیم اشتباه هم از دست دادم، ضرر زدم، حتما شما من از اتاقت گفتی بیام که استعفامو میخوای. تام واتسون گفت استعفا میخوای بدی؟
من 10 میلیون دلار رو تو سرمایه گذاری کردم که درس بگیری، برگرد سر کارت و حالا یاد بگیر چطوری تصمیمای درست بگیری. من برای درسی که گرفتی 10 میلیون دادم، استعفا میخوای بدی؟ برگرد سر کارت. من مطمئنم وقتی پتروس، که وقتی مسیح تو خدمتش میپرسه مردم میگن من کیم، میگن تو اینی تو اینی تو اینی، بعد میگه شما میگید من کیم، پتروس گفت تو عیسی مسیح پسر خدای زنده، مسیح گفت این رو پدر آسمانی من به تو مکشوف کرد پتروس. بعد بعدش پتروس چی میگه؟ مسیح میگه من باید به طرف صلیب برم. پتروس میگه استغفر الله، این حرفا رو نزن، صلیب نداریم، درد و رنج نداریم. مسیح به پتروس چی میگه؟ گمشو پشت سر من شیطان. این حرفا از شیطان نه از خدا، صلیب نقشه پدره. من به نظرم پتروس اون موقع میخواست بگه آقا ما بهتر استعفا بدیم بریم، قربونت برم، من این کاره نیستم. و اگر این حرفو به مسیح میزد، مسیح میگفت میخوای استعفا بدی؟ من الان مکاشفه الهی پدر رو تو سرمایه گذاری کردم، تو نمیتونی استعفا بدی. من به نظرم موقعی که شاگردا تو طوفان بودن و دیدن مسیح داره رو آب راه میاد و پتروس گفت آقا مسیح تویی بگو منم بیام رو آب با تو راه بیام، و پتروس اومد رو آب راه رفت، به طوفان نگاه کرد، داشت غرق میشد، مسیح خیلیشو گرفت از آب کشید، توبیخش کرد به خاطر بی‌ایمانیش، تو قایق گذاشت. شاید اون موقع پتروس میخواست بگه آقا من این کاره نیستم، من میخوام استعفا بدم، من آدم بشو نیستم. اگر این حرفو میزد، مسیح بهش میگفت میخوای استعفا بدی؟ من الان معجزه خدا رو تو سرمایه گذاری کردم، نمیتونی استعفا بدی. اگر بعد از 3 بار انکارش و ظهور مسیح، پتروس اینجا میخواست بگه مسیح دست از سر من بردار، من میخوام استعفا بدم، مسیح میگفت میخوای استعفا بدی؟ من قیام از مرگ رو تو سرمایه گذاری کردم، نمیتونی استعفا بدی. شما هم اگر قلبتون رو به مسیح دادید، نمیتونید استعفا بدید، چون مسیح مرگ و قیامش رو تک تک شما سرمایه گذاری کرد. هر چقدرم خراب کنی، هر چقدرم بیوفایی کنی، هر چقدرم بیفتی تو وسوسه ها، تو تصمیمات اشتباه، تو 1001 خرابکاری، مسیح میگه منو دوست داری؟ میدونی چقدر دوستت دارم؟ من یه تجربه تو زندگی خودم دارم، میخوام اینو بگم. 7 سال بود که از ایمانم گذشته بود، 6 سال عدد رو کم کردم که آبروم کمتر بره. همین الان ها گفتم نه 7 سال، یه مقدار به خاطر شرمم گفتم بکنم 6 بگن. خیلی خب، حالا 6 سال بهتر از 7 سال. 6 سال از ایمانم گذشته بود، الهیات خونده بودم، لیسانس گرفته بودم، میخواستم کشیش بشم، ازدواج کرده بودم. بعد از 7 سال دوری از خانواده، میخواستم همسر و عروس رو ببرم ترکیه، پدرم از ایران بیاد عروسش رو ببینه، پسرش رو بعد از 7 سال ببینه، خواهرم ترکیه بود، میخواستیم پوز بدیم که من مسیحی شدم، چقدر عوض شدم، چقدر روحانی شدم، زنم رو ببینن. بلیت ترکیه رو گرفتم از آمریکا، من آمریکا ویزای دانشجویی رفته بودم و پاس ایرانیم باطل شده بود، یه پاس سفید میخواستم، travel document، سند مسافرت، واسه بلیتمو گرفتم برای مثلا 1 ماه دیگه، 1 ماه قبل از 1 ماه، یعنی برای 1 ماه بعد بلیت گرفتم. بلیت گرفتم، با بلیتم رفتم که پاسپورت بگیرم، پاس travel document سفید. طرف گفتش که 2 ماه طول میکشه. 2 ماه؟ آقا من یه بلیت دارم برگشتم نداره بلیت، پولش از دست میدادم. گفت 2 ماه طول میکشه و اینا. منم با اخم و تخم اومدم خونه و بزنم، گفتم باید یه کاری بکنیم. خانمم گفت دعا کنیم. گفتم دعا چیه بابا، این حرفا چیه؟ حالا دارم کشیش میشم، دعا چیه؟ من گفتم دیروز من ایماندار خیلی خوبی قوی نیستم، باید یه کاری بکنم و اینا. خلاصه دوباره رفتم دفتر پاسپورت بعد از یه چند روز، به طرف گفتم آقا هیچ راه اورژانس هست من پاسپورتمو زودتر بگیرم؟ من باید زودتر برم، بلیطم مال چند هفته دیگه هست. طرف گفت آقا هیچ راهی نیست مگر اینکه مسئله مرگ و حیات باشه و مثلا خواهرت تصادف کرده داره میمیره و توی همچین حالتهایی میتونی اقدام کنی که پروندت جلو بیفته. بنده مسیحی شدم،
6 سال در ایمانم، نه 7 سال، 6 سال میخوام که 6 بشم، لیسانس الهیات دارم. برگشتم خونه به خواهرم تو ترکیه زنگ زدم، گفتم اسم خواهرم سپید است، گفتم سپیده اون موقع میخوام نشون بدم چقدر پیر هستم، اون موقع که ایمیل و اینترنت نبود، تلگرام باید میفرستاد، گفتم یه تلگرام از طرف دوستت برام بنویس که بگه به من که ساسان خواهر تصادف کرده و در حال مرگ تو بیمارستان و خودتو بهش برسون که من با این مدرک برم پاسپورتم رو زودتر بگیرم که پروازم از دست ندم. خانمم گفت عزیزم بیا دعا کنیم. دعا چی عزیزم، ول کن این حرفا رو. خلاصه ما خواهرمون رو مجبور کردیم یه دروغ هم بنویسه و تلگرام از ترکیه برام بفرسته. تلگرام به نظرم رسید. من میخواستم فرداش برم دوباره دفتر پاسپورت با تلگرام چاخان. توی یه همبرگر فروشی کار میکردم بعد از ظهرا. خانومم شب اومد منو از سر کار برداشت، منم پشت فرمون بودم، یه پاکت گذاشت دستم، باز کردم دیدم پاسپورت. هنوز با تلگرام چاخان نرفته بودم که بگم خواهرم در حال مرگ به من زودتر بدید، خود پاسپورت اومد بعد از یه هفته. پشت فرمون بودم، زار زار زدم زیر گریه. تو این صحنه پتروس یادم اومد که تو واسه یه ترافل داکیومنت بلیت فروختی ارزش زندگی تو، ولی کار مسیح رو کم کردنه. مسیح خدای فرصت‌های دوباره است. ناامید نشو از فیض من، از محبت من، از آغوش من. میدونی چقدر دوستت دارم؟ خودم رو برات فدا کردم. فقط اینو میخوام بدونم، منو دوست داری؟ این بزرگترین سوال زندگیته. چقدر من آیه حفظم، چقدر من با وفاداری کلیسا میام، چقدر بشارت میدم، چقدر ده یک میدم، چقدر فلان میکنم. همین انضباطی که صحبت کردیم همش عالیه، ولی چشت به خدایی باشه که عاشقت، قلبش برات میتپه، خدایی که میگه برگرد. حالا چیزی که به پتروس میگه اینه، میخوام دیگه با این تموم بکنم، منو دوست داری؟ میدونی، حالا دوبار اولی که میگه منو دوست داری با کلمه یونانی آگاپست، عشق الهی، بار سوم کلمه یونانیش فیلئوه، عشق برادری. حالا بعضی از مفسرین میگن مسیح حتی میگه منو به اندازه آگاپه، نه، حتی به اندازه برادر دوست داری، یعنی لول محبتو میاره بر اون ظرفیتی که پتروس داره، که آقا همینم کمی قدرم که منو دوست داری من قبول میکنم. حالا این مفسرین سرش بحث دارن که اصل اینه یا اصل این سه بار تکراره بر اساس سه بار انکار، ولی حالا با این میخوام صحبت رو تموم کنیم امروز. منو دوست داری پتروس؟ مسیح میدونی دوستت دارم، ولی خب کم میارم. و هر سه بار مسیح چی میگه؟ برگرد به خدمتت، برگرد به خوندگیت، برگرد به دعوت من برای زندگیت، گوسفندای منو غذا بده. حالا برای تک تک ما تو این اتاق، شاید برای بعضیاتون تو ناامیدی، پیام مسیح اینه برگرد و اون شوهری باش که باید باشی برای همسرت و بچه‌هات. برگرد و اون برادر و خواهری باش که تو کلیسا باید باشی. برگرد و اون خواندگی که من تو قلبت گذاشتم، استعداد و توانایی که بهت دادم، برگرد به اون کاری که من به تو دعوتش کردم. ول نکن، ناامید نشو، بلند شو و برگرد به دعوت خدا، برگرد، ادامه بده. من بارها و بارها از خودم ناامید شدم، آقا دست از سر من. اول شبانی اینقدر پدرم در اومد، یه روز رفتم 2 ساعت رو زمین گریه کردم، گفتم به خدای دست از سر من بردار، من این کاره نیستم. بعد بلند شدم رفتم دوباره کار زندگی، با گریه‌ها خودمون رو خالی کردیم، دوباره حالمون خوب شد، بلند شدیم رفتیم. من مسیح به تک تک ما میگه من زندگیم و مرگ و قیامم رو تو سرمایه گذاری کردم، بلند شو، برگرد،
به طرف رویاهای من برای زندگی حرکت کن. از نقشه های انسانی که خودت کشیدی، شاید ناامید شدی، شاید جواب دعا نگرفتی، شاید یکی باهات برخورد بد داشته، شاید دلت خیلی تلخ شده، شاید درگیر شرم و خودمحکومی هستی ولی نقاب شادی و شادابی داری، هر چی که تو زندگیت هست من نمیدونم، ولی صدای مسیح برای ما اینه، بدون که عاشقتم و میخوام فقط ازت بپرسم منو دوست داری؟ اون شوهری که باید باشی نیستی، مادری که باید باشی نیستی، کارگری که باید باشی نیستی، دانشجویی که باید باشی نیستی، کشیشی که باید باشی نیستی. آره هنوز خیلی پایین و عقبی از اون استانداردی که شاید داری، ولی منو دوست داری؟ بلند شو و برگرد، بلند شو و ادامه بده. کار ما چیه تو کلیسا؟ ما میفتیم و بلند میشیم، ما میفتیم و بلند میشیم، چون که خدای فرصتهای دوباره رو داریم پرستش میکنیم. عیسی دعا میکنم که صدای تو رو ما امروز بشنویم. بچه ها کجایید؟ بچه ها آیا با دور شدن از من به اهدافتون رسیدید؟ آیا پری رو موفقیت و شادی رو دارید تجربه میکنید؟ یا تو خالی هستید؟ بچه ها به من گوش بدید، من براتون رویای برکت دارم. بچه ها بیایید نزد من میخوام به شما قضا بدم. بچه ها میدونید چقدر دوستتون دارم؟ تو هم منو دوست داری؟ تو هر حالی که هستی، اگر حتی یه ذره عشق تو قلبت به این خدای عاشق هست، بلند شو. من تو رو باور میکنم. شاید تو خودتو دیگه باور نمیکنی، شاید تو به منم دیگه باور نداری، ولی من هنوز به تو باور دارم. بلند شو و برگرد به رویاهای من برای زندگیت، برگرد به صدای زمزمه عاشقانه من برای زندگیت، برگرد و بیا با هم همسفره بشیم و جلوی آتیش حضور من با همدیگه در گرما و مشارکت و صفا در زندگی جلو بریم. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین.